سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به نظامی ترین رسانه یوتیوب فارسی خوش اومدید. باز هم با شما عزیزان در یک برنامه دیگه همراه شدیم تا در مورد کاوشگر سلمان و برنامه های آینده صنعت فضایی کشور صحبت بکنیم. پرتاب کاوشگر سلمان با کپسول زیستی کاووس اولین گام در دوره جدید فعالیت های فضایی کشور برای نقشه راه برنامه اعزام انسان به فضا خواهد بود که با تکیه به توان داخلی و متخصصان صنعت فضایی کشور و بدون هیچ کمک خارجی با موفقیت صورت گرفته. امروز می‌خوایم پرتاب این کاوشگر رو مورد بررسی قرار بدیم. پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و اگه تا حالا عضو کانال ما نشدید دکمه لایک و سابسکرایب رو همین الان بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. جدیدترین کاوشگر فضایی ایران با نام سلمان و حامل کپسول زیستی کاووس چند روز پیش و در نیمه آذر ماه جاری از پایگاه فضایی سمنان پرتاب شد تا گام مناسبی واسه بازگشایی جنبه‌های تحقیقات زیستی در برنامه فضایی ایران باشه. جنبه‌ای که از سال 1392 و در دولت سابق به یکی از راکت‌ترین بخش‌های برنامه فضایی کشور تبدیل شده. کاوشگرهای فضایی وسایلی هستند که قبل از انجام ماموریت‌های اصلی و در مراحل پژوهشی به فضا ارسال میشن. ماموریت اونها به طور معمول جمع‌آوری اطلاعات محیطی از مدارهای مختلف برای استفاده در مراحل طراحی محموله‌های پژوهشی و عملیاتی بعدی، آزمایش بعضی از زیرسامانه‌ها و فناوری‌های مختلف در مدارهای پایین و همچنین پیشبرد برنامه‌های زیستی فضایی. کاوشگرهای فضایی ایران که بر مبنای توانمندی‌های کسب شده در بخشی از برنامه موشک کشور شکل گرفتن، از سال 1385 ماموریت‌های خودشون رو شروع کردن. کاوشگر 1 تا 3 بر اساس پیشران سوخت جامد راکت‌های نازعات، کاوشگرهای 4 تا 7 و کاوشگر پیشگام بر اساس پیشران سوخت جامد راکت زلزال و کاوشگر پژوهش هم بر مبنای موشک سوخت مایع شهاب 2 توسعه پیدا کردن، ولی هیچ موشک نظامی بر اساس کاوشگرهای فضایی توسعه پیدا نکرد که این نشانه عدم کاربرد نظامی برنامه کاوشگرهای ایرانیه. کاوشگر بومی سلمان با جرم 6 تن و ارتفاع بدنه 12 متر 88 سانتی متر قطر داره و قطر قسمت پایین کپسول فضایی آزمایش شده در پرتاب اخیر هم 130 سانتی متره. این کاوشگر در حوزه عملکرد و دقت از نسل جدیدی از پرتابگرهایی به حساب میاد که برای حمل کپسول‌های زیستی جدید به فضا آماده شده و بعد از اون تجربیات عملیاتی گذشته با اون قابلیت اطمینان بالایی داره. در این پرتاب یک کپسول با ارتفاع 1.8 متر توسط کاوشگر سوخت مایع سلمان با موفقیت به فضا پرتاب شد. طبق اطلاعات منتشر شده از پرواز سلمان، موتور این کاوشگر 67 ثانیه فعالیت داشته و کپسول زیستی 500 کیلوگرمی کاووس رو تا ارتفاع 35 کیلومتری بالا برده و بعد از اون کپسول در ارتفاع 45 کیلومتری از پرتابگر جدا میشه و با انرژی جنبشی دریافت کرده از پرتابگر تا ارتفاع 130 کیلومتری اوج میگیره. بر اساس مسیر هندسی ماموریت کاوشگرهای زیرمداری، در ادامه کپسول در مسیر بازگشت قرار میگیره و بعد از پایدار شدن با جهتگیری مناسب بدنه، چتر‌های کاهش سرعت در ارتفاع مناسب باز میشه و سرعت کپسول رو به حد مجاز طراحی شده برای فرود کاهش میده. با استفاده از حامل سوخت مایع در نقش کاوشگر، علاوه بر افزایش توان سامانه، میشه شتاب و ارتعاش کمتری رو هم به موجود زنده داخل کابین کپسول زیستی اعمال کرد. بنابراین شرایط مطلوب تری برای بقای موجود زنده فراهم میشه. کاوشگر پیشگام، یعنی اولین کاوشگر ایرانی، حامل میمون که با موفقیت پرتاب شد با سوخت جامد با بیشینه شتاب 9G، یعنی 9 برابر شتاب جاذبه زمین، به مدار زمین رفت که با استفاده از سوخت مایع این شتاب در کاوشگرهای پژوهش و سلمان به 6G رسید. با توجه به این که برای هدف نهایی شاخه تحقیقات زیستی برنامه فضایی ایران که اعزام انسان به فضا هستش، مناسب ترین حالت رسیدن به شتاب 4G هستش که در توان تحمل فضا نورد باشه. با استفاده از حامل‌های سوخت مایع میشه با کنترل مناسب نیروی رانش شتاب رو در این حدود تثبیت کرد. با تدابیر اندیشیده شده کاوشگر سلمان در حوزه کنترل و آیرودینامیک هم از قابلیت اطمینان و ایمنی خیلی بالایی برخورداره، به نحوی که شتاب و پایداری اون و شوک ارتعاشی ناشی از جدایش کاملا کنترل شده. یکی دیگه از ویژگی‌های کاوشگر سلمان، بخش محموله بزرگتر از قطر بدنه در اون بود. این برای اولین بار در پرتاب‌های فضایی کشورمونه که حامل فضایی محموله‌ای با قطر بیشتر از بدنه رو به پرواز درآورده، امری که در آینده
قطعاً برای پرتاب ماهواره‌های بزرگ یا تعداد زیادی ماهواره مورد نیاز برنامه فضایی کشور. از چالش این ترکیب طراحی، ایجاد جریان‌های گردابی بزرگ ناشی از جدایش جریان در قسمت‌های تحتانی محموله هستش که پدیده‌ای با ماهیت فرکانسی هستش و باعث ایجاد ارتعاشات مستمر میشه. نیروی ناشی از این ارتعاشات پرواز و تغییر جهت پرتابگر باید به طور مناسبی تحلیل شده باشه و سامانه کنترل کاوشگر برای جبران خطاهای ناشی از این پدیده آماده سازی شده باشه. پرتاب موفق سلمان نشون داد که مطالعات و طراحی و تحلیل‌های کاملی روی این بخش جدید در پرتابگرهای فضایی ایران انجام شده. کاووس نام محموله‌ای بود که در پرتاب اخیر به فضا برده شد. طبق اطلاعات منتشر شده بعد از پرتاب موفق جدیدترین کپسول زیستی ایران که با پرتابگر بومی سلمان پرتاب شده، متخصصان صنعت فضایی ایران اندکی بعد از فرود موفق به بازیابی کپسول روی زمین شدند. در ماموریت این کپسول حمل موجود زنده تعریف نشده بود، اما تعدادی کیت زیستی توسط کاووس حمل شد و با موفقیت روی زمین بازیابی شد. طبق بررسی‌های انجام شده، سپر ضربه‌گیر کپسول زیستی موفق عمل کرده و تونسته مطابق طراحی انرژی کپسول رو هنگام رسیدن به سطح زمین به خوبی تلف بکنه که از دستاوردهای مهم این پروژه به حساب میاد. به گونه‌ای که جعبه‌های زیر سامانه‌ها و اجزای مختلف از جمله بردها و کیت‌های زیستی به سلامت از کپسول استخراج شدند. این امر به این خاطر مهمه که این کپسول جدیدترین کپسول زیستی ساخته شده توسط متخصصان ایرانیه که علاوه بر تفاوت در شکل هندسی و ابعاد از نظر جرم و وزن هم سنگین‌ترین محموله کاوشگرها و حتی سنگین‌ترین محموله‌ای هستش که ایران در تاریخ 20 ساله صنعت فضایی خودش به صورت بومی به فضا پرتاب کرده. در نتیجه علاوه بر طراحی چترهای جدید برای کاهش سرعت، سپر محافظ مستهلک کننده ضربه ناشی از فرود هم نیاز به طراحی جدید و دقیقی داشته. در واقع بعد از باز شدن چترها که مقداری از سرعت فرود رو کاهش میده، درست بعد از اصابت کپسول به زمین بخش قابل توجهی از انرژی بایستی توسط سامانه سپر محافظتی فنا شونده گرفته بشه. طراحی این سپر هم به لحاظ جنس و مواد و هم به لحاظ قابلیت‌های انعطاف‌پذیری و خرد شوندگی باید به گونه‌ای باشه که بخش عمده از انرژی رو در خودش دفع بکنه تا کمترین صدمه رو به اجزای داخل کپسول برسونه. در نتیجه با انجام موفقیت‌آمیز پرتاب کاوشگر سلمان، علاوه بر تثبیت فناوری‌های پرتاب نخست، کاوشگرهای سوخت مایه یعنی کاوشگر پژوهش، بعضی از فناوری‌های جدید هم آزمایش شد که سامانه جذب ضربه فرود برای کپسول‌های با طراحی مناسب حمله انسان یکی از این فناوری‌ها هستش. این سامانه به صورت کاملا بومی طراحی شده و در این پرتاب به صورت 100% به کارایی لازم رسید که موردی با این مشخصات در کاوشگرهای قبلی ایرانی وجود نداشت. در پرتاب کاوشگر پژوهش، حسگرهایی برای اندازه‌گیری میزان صوت هم مورد آزمایش قرار گرفت که احتمالاً در سلمان هم مورد آزمایش مجدد قرار گرفته. به طور کلی نزدیک به 10 سامانه اصلی در کپسول زیستی کاووس به کار رفته که شامل سامانه تامین توان، سامانه‌های مربوط به رایانه پرواز و سامانه تولید فرمان کنترلی، بردهای حافظه، بردهای الکترونیکی و باتری‌های لازم برای هر کدام از سامانه‌های مخابراتی و دورسنجی از جمله این سامانه‌های اصلی هستش. سامانه دورسنجی تصاویر و داده‌های مختلف حسگرهای به کار گرفته شده رو به صورت برخط از فضا و از داخل کپسول به زمین مخابره می‌کنه. از سایر سامانه‌های به کار رفته در کپسول کاووس، سامانه پایش اندازه‌گیری پارامترهای زیستی هستش که برای ماموریت ارسال موجود زنده به فضا خیلی مهمه و پارامترهای مهمی مثل سطح فشار، اکسیژن و دما در داخل مجموعه به صورت کامل رصد و پایش میشه تا در بازه تغییراتی مجاز قرار بگیره تا در شرایط زیست موجود زنده فراهم بمونه. در نهایت برنامه فضایی کشور در بخش تحقیقات زیستی قراره به پرتاب انسان به فضا و بازگشت سالم اون به سطح زمین منجر بشه. در نتیجه کپسول لازم برای اون در رده جرمی بالاتری قرار میگیره و طراحی اون در سالهای گذشته انجام و حتی نمونه مقیاس واقعی اون هم در سالهای قبل رونمایی شده. طبعاً با رشد دانش و فناوری کشور در عرصه صنعتی، کپسول فضایی حامل انسان هم در معرض بازطراحی قرار خواهد گرفت. در گذشته جرم این کپسول 1800 کیلوگرم عنوان شده بود، اما در گفته‌های اخیر مسئولین از جرم 1500 کیلوگرمی صحبت به میان آوردند که قراره نمونه مقیاس بزرگتری از کاووس باشه و ظرف 2 سال آماده آزمایش‌های اولیه بشه. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.